ارتش سوریه یکی از هسته های داعش در نزدیکی شهر تدمر را که قصد حمله به کاروان ارتش سوریه را داشت نابود کرد. گفته می شود دست کم 5 عضو داعش و 1 خودروی آنها نابود شد. زمستان گذشته تروریست های داعش اقدام به انجام یک سری از حملات تروریستی علیه نیروهای ارتش سوریه و متحدانش در طول مسیر تدمر دیر و زور کرده بودند و در این حملات تعدادی از نیروها و خودروهای ارتش سوریه را از بین بردند. ارتش سوریه با انجام یک عملیات امنیتی در نزدیکی منطقه التنف و صحرای المیادین به آن پاسخ داد. با این وجود این عملیات تأثیر خاصی در کمرنگ کردن حضور داعش در منطقه نداشت و هنوز صدها نفر از اعضای داعش در بیابان‌های شرق سوریه پنهان شده‌اند. گفته می‌شود در آینده نزدیک ارتش سوریه عملیات امنیتی جدیدی علیه داعش در این منطقه آغاز خواهد کرد. بر اساس برخی از اطلاعات گفته می‌شود بخشی از نیروهای حزب الله و مقاومت برای پشتیبانی از عملیات ارتش سوریه علیه تروریست‌های جبهه النصره از جنوب دیر الزور به شمال حما منتقل شده‌اند. اطلاعات دقیقی از مقدار نیروهای کمکی در دسترس نیست، اما رسانه‌های مسلحین مدعی‌اند دست کم 200 نیرو شهر المیادین را ترک کرده‌اند. جنگنده‌های ارتش سوریه و روسیه طی هفته‌های اخیر تعداد بالایی از مناطق و مواضع مسلحین در شمال حما و جنوب ادلب را بمباران کردند. طی 24 ساعت گذشته درگیری‌های پراکنده بین ارتش و مسلحین در منطقه ادامه دارد. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتم اردیبهشت ماه عنوان کرد که کشور ترکیه در حال مذاکره با روسیه برای دستیابی به یک آتش‌بس جدید در جنوب ادلب بین ارتش سوریه و مسلحین است. از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود بسیار بعید به نظر می‌رسد که چنین آتش‌بس‌هایی باعث آرام شدن وضعیت در منطقه شود، چرا که تحولات اخیر نشان می‌دهد که تروریست‌های حاضر در این منطقه علاقه چندانی به کاهش درگیری و تنش ندارند.